درود بینندگان عزیز، جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv و این برنامه رو همیشه ما با خبرهای جدید کرونا ویروس که الان 7 ماه هست دربارش داریم برنامه اجرا میکنیم شروع میکنیم. خبر جدیدی که امروز براتون دارم، یونیورسیتی پیتسبورگ سکول آف مدیسن، یک پیتسبورگ ساینتیست در این یونیورسیتی انتیبادی پیدا کرده که دراگی هست که میتونه جلوی پخش کرونا ویروس رو بگیره. در موش‌های آزمایشگاهی جواب مثبت گرفتن و بهش میگن AB8 antibody drug هست که در 2003 این کشف شده و این ساینتیست در پیتسبورگ با کمک از ساینتیست‌های دیگه در نورت کارولینا یونیورسیتی تحقیقاتشون رو الان ماه‌هاست ادامه دادن و همین 2 روز پیش پرس ریلیز گذاشتن درباره‌اش. یک دوایی هست، انتیبادی هست که انقدر هم کوچیک هست، کوچکتر از کرونا ویروس هست که میشه حتی از طریق اینهیلر هم استفادهش کن، یعنی دوایی که میتونه پف کنن، از طریق پف وارد ریه های شما بشه و به جنگ با کووید و حتی جلوگیری کنه از گرفتن کووید. کرونا ویروس دیگه الان بعد از 7 ماه به جای رسیده که خب یواش یواش دیگه داریم عادت میکنیم به این ویروس. و یکی از خبرهای خوب هم این هست که در چند ماه گذشته نشون داده شده که ویروس شکل خودش رو عوض کرده و در بیشتر از بیماران، بیشتر از 85% بیماران به طور مایلد و مودرت هست و استرین ویروس ضعیف‌تر شده و تعداد کشته شدگان به دلیل اینفکشن کرونا ویروس کمتر و کمتر داره میشه. اوایل مارچ، اپریل تقریبا 6-7% بود، الان بین 1-2% از کسانی که کرونا ویروس میگیرن جان خود در دست میدن و اونایی هم هستن که خب همین دیگه. من اگه برنامه من رو برگردین نگاه کنین، در مارچ میگفتم قبل از اینکه هیچ کسی دیگه اعلام کنه، من اعلام کردم که یکی از دلایلی که آمریکا اینقدر صدمه خورد در اثر کرونا ویروس این چاقی زیاد و اوبیسیدی بود و هست و خواهد بود، چون اوبیسیدی یک در اصل اپیدمیکی هست در آمریکا که سالهاست، یادتون باشه اوباما خانمش میشل یک کمپینی را انداخت برای حتی اوبیسیدی برای بچه ها. در اصل اوبیسیدی، چاقی زیاد از حد، موربید اوبیسیدی یعنی بالاتر از 45% بی ام آی، این نشون میده که اون شخص میتونه از اثر کرونا ویروس جان خود را دست بده. کسایی که قند دارن، دایبیتیز دارن، که بیشتر کسایی که چاقی دارن قندم دارن، فشار خونم دارن، بیماری عروق هم دارن، بیماری قلبی هم دارن چون عروقاشون گرفته، رگاشون گرفته و و و و در این صورت رژیم غذایی برای شما مهمترین چیز رو باشه تو این دور زمینه. نکته دیگه میخوام اشاره کنم بهش، این فلو سیزن که داره میاد، یعنی این زمستانی که داره میاد، همه گفتن که خب به غیر از کووید، کرونا ویروس، اینفلوئنزا و فلو معمولی هم قاطیش خواهد شد و امکان این که مدرسه ها رو دوباره بندن و اکانومی رو ببندن و غیره هست و خیلی مهمه کسایی که بدنشون ضعیفه یا کسایی که فرانت لاین ورکر هستن مثل پرستارها، دکترها و کسایی که سنشون بالاتره، فلوشاتشون رو انجام بدن که حداقل پروتک کنن خودشون رو از گرفتن فلو معمولی در این سیزن، در این زمستانی که داره میاد، که حداقل از یه طرف پروتک بشن و از طرف دیگه هم که امکان این که واکسین تا نوامبر، اوایل نوامبر بیاد، که همونطور که دیدی پرزیدنت ترامپ هم گفت is around the corner و باریم جنگو با ویروس داریم میبریم و به زودی این واکسینش هم به بازار خواهد اومد، امیدواریم این درست باشه. و خبر جدیدی هم که امروز گفتیم درباره AB8 و این انتیبادی که دوای جدیدی که اختراع کردن و در موش‌های آزمایشگاهی نشون داده بازم مثبته. در این صورت من میخوام از الان به بعد ما مثبت به این مسئله نگاه کنیم، برای اینکه منفی نگاه کردن مثل این سازمان خبری CNN به غیر از
جنبه سیاسی داشتن هیچی دیگه نیست. البته خب نمیخوام بگم کرونا ویروس حقیقت نیست، برای اینکه خیلی ها این کرونا ویروس گرفتن و متاسفانه جان خودشون از دست دادن، ولی خیلی ها 98% الان اونایی که گفتم بین 80-85% مایلد ورژنشو میگیرن، از گرفتن، از دست دادن حس بویایی تا خستگی، کوفتگی تا آبریزش بینی، سردرد، بدن درد خفیف، معذرت میخوام، اسهال و استفراغ و بعد خوب میشن. تقریبا یه سود از 10% خب وارد شوشاشون میشه و دچار نمونیا میشن، ولی اونا مایلد و مادرت هست. یه 5% بستری میشن که بازم اونا جان خود رو از دست نمیدن. بعد از 2-6 روز، 1-2 هفته، 3 هفته مکسیموم میان. و متاسفانه خبر بعدی که برات دارم، اون کسایی که بستری شدن و اینتوبیت شدن، یک کامپلیکیشن هایی براشون رخ میده بعد از گرفتن ویروس که تا ماها، حتی امکانه گفتن تا سالها باهاشون باشه، بعضی ها امکانه تا آخر عمر. این صدمه که به شش ها میخوره و این زخمی که شش در شش ایجاد میشه در اثر اینفکشن کرونا ویروس، ماها و سالها امکانه طول بکشه تا خوب بشه. خیلی ها که سیویر بودن، تو اون 10% بودن، متاسفانه هنوز کامپلیکیشن دارن. و اون کسایی هم که مادرت بودن، بدن درد، خستگی، یه حالتهای عجیب غریب در ششاشون که خوشو میدونن هنوز خوب نشدن ولی کرونا ویروس ندارن و دارن ریکاور میکنن، اون 2-3 ماهی که انتایبادی داره هنوز در بدنشون هست. و باور کنی نکنین، این انتایبادی تا حدود 8-12 هفته هست و داره هنوز بدن رو کمک میکنه که با باقی مونده این کرونا ویروس هم دیل بکنن و ترمیم بکنن. در این صورت این کامپلیکیشن های بعدی کرونا ویروس هم خب یک بیماری جدیده که داریم میبینیم و به احتمال خیلی زیاد در ماها و سالهای آینده کشفیات مختلفی خواهیم کرد درباره این کرونا ویروس و اثر منفی اون در بدنهای ما. ولی اوورال من دارم به طور مثبت اینو نگاه میکنم و میبینم که امکان این که ما در 6 ماه تا 1 سال آینده به امید خدا برگردیم به نه 100% به اون حالتی که قبلا بودیم، چون فکر کنم ما هنوز تا آخر 2021 یا حتی اوایل 2022 امکان این که نتونیم به اون زندگی روزمره قبلیمون برگردیم هست. شاید هم هیچ وقت برنگردیم، هو نوز. ولی من میخوام شما با من هم دست هم فکر بشیم و به طور مثبت به این قضیه نگاه کنیم، ولی باهوش باشید، حواستون جمع باشه، سوشال دیستنسینگ رو مواظب باشید. کرونا ویروس هنوز هست، هنوز نرفته و اثر منفی خوش رو اون 1-2% مردم داره که معلوم نیست شما از کدوم درصد خواهیم بود.